سلام به همین موزیک بازای خفن، چطور متورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، کانال سر چک. توی این ویدیو میخواییم بریم سراغ فیت کنسل شده یه تتلو با مرژاک و مسلک توی آلبوم خط و نشون که اسم آهنگ قرنطینه است، که فیت با نسیم هم هستش اتفاقا. ولی یه نکته ای داره این کار. ما الان اینو میریم، خب 3:39 است این آهنگ، ولی من ورژن با تتلوش هم پیدا کردم، یکی از بچه ها لطفیت برای من فرستاد و اونم میخوام بشنوم. یعنی دو تا ترک قرنطینه داریم، یعنی دو تا قرنطینه داریم، یه دونه بدون تتلو یه دونه با تتلو. ببینیم چه تغییری کرده و چی خونده، چون ظاهرا ورسی که تتلو قرار بوده اجرا بکنه رو قبلا مثلا توی نمیدونم اینستاگرامش کجا میذاره و حالا یه بنده خدایی لطف کرده که چیز کرده اینا رو هم دیگه سوار کرده، میز کرده و قراره با تتلوش هم بشنویم، ولی این بدون تتلوشه. میریم اینو میشنویم به امید اینکه اونم بشنویم. دمتون گرم. اگه تا الان سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید سریع. ببین سریع، 1 2 3 کاری نداره، اینجوری سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که اگر ویدئویی چیزی گذاشتیم شما متوجه بشید. ببینید که ترک قرنطینه رو بشنویم، مرژاک مسلک و نسیم. یه آهنگ دیگه از آلبوم خط و نشون مونده به نام چی میدونه که اونم میریم بعدش. بریم فعلا اینو بشنویم، قرنطینه بدون تتلو. 1 2 3 پیانوش شبیه از من بابت هیچی توضیح نخون کدوم آهنگ شایه بود، یه موقعی یکم فاز اونو داره. بریم من یه عمر تو قرنطینه، دور خودم دور هرچی هست، چپ و راست انقدر خوردم دنیا که دیگه جونم هم سیرم. کاش نصیحت های کم رو من سر میکرد، کاش یه سری حرفا تو کتم میرفت، کاش انقدر قد نبودم، چشم گفتن تو دهنم میچرخید، دیدم ثانیه ها زود از در میرن، دیدم تک تک رفیقام و پول عوض میکرد، وقتی همه دنبال سودن از کیششون پاش بیافته برات یه پا جونه بر میشه. من همه اینا رو با چشام دیدم، قلبم خورد شد و صورتم شکست، اینجا یکم مهمونتونم، یه رو همون راه که اومدم میرم. علکی میکنی عجله که چه قشنگ. چند روز مهمونتونم، از همون راهی که اومدم میرم، مهمونتونم یه رو همون راه که اومدم میرم. علکی میکنی عجله که چی، مگه سهم ما بیشتره یه کفن سفید است، من هیچی اینجا رو هم نکرد جز این که رو زر با این کلمه بچینم. ببین هر کیو دیدم نسخه یه چیه، اما ایدارو تا اونا که صدقه بگیرن، بگو چطوری میتونم از آزادی بگم وقتی دل خودم حبسه تو قفسه سینم. وای چقدر کلن آلبوم خط و نشون لفظ بازی قشنگی داره. چجوری میتونم از آزادی بگم وقتی دل خودم حبسه تو قفسه سینم. ببین ترکیب کلمه ها رو چجوری چیده. وای خیلی ذوق زده شدم، خیلی قشنگه. آدم بعضی وقتا یه کارایی میشنوه، یه جمله بندی هایی میبینه میشنوه که قشنگ حظ میکنه، تایی دلش اینجوری قند آب میشه، میگه اینه، این دقیقا همون چیزیه که من از یه آرتیست، از یه رپر، از یه هنرمند، از یه خواننده انتظار دارم که اینقدر توجه بکنه، اینقدر دقت بکنه روی نوشته هایی که داره می‌نویسه که اون ترکیبه ترکیب قشنگی بشه، تصویرسازی قشنگی توی ذهن من مخاطب شنونده شکل بگیره و این خیلی ارزشمنده. حال کردم واقعا میگم، ولی همچنان بیتش دارم میگم خیلی نزدیک به چیزه، یه موقعی شایه است. بریم نسیم. من یه عمر تو قرنطینم، غربت تو وطن دیدم،
جای خنده رو صورت هم نیمن قربت تو وطن دیدم یه باریه از اولش من یه عمر تو قرنطینم قربت تو وطن دیدم جای خنده رو صورت هم نیمن ورس قبلی هم با همین نیم بیت شروع شد با همین مصرع شروع شد که من یه عمر تو قرنطینم من که جسمم گایدش روحم هم میدم حتی که گاه بودم و هرکی خراب شد رو منم ریخ هوای خونم اپریه داشتی انقدر برم جای سوزنم نیست نمیدونم چه تو سر پام که عدف با وزن وایس سادم لبا پایین که نه پرواز بلدم نه شنا دنیای فیلم نه کومیدی نه درام من هر طوری بود ساختم ولی حالا که خراب شده کل آبادی ما وسط این مجرم ها شادیم به زور میز خاک بخور و حکم آزادی حد شدم به بلای داستان عادت کردم به این سایه های راه راه جای پای آشناس و طرف پلون باقی اعتراف هم باشه واسه دادگاه جای ردف آشناس تا طرف پلون چقدر شما دوتا درجه یکین بابا تا حالا به این از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم نشده بودم کاراشنا اینقدر قوی نه خیاط بودم که اینم بریدم نه تو ماراتون بودم که اینم دویدم نه نقاش بودم که اینم کشیدم بگو چه قشنگ داره میگه چه قشنگ داره میگه بریدم نه تو ماراتون بودم رفتم باشه واسه دادگاه نه خیاط بودم که اینم بریدم نه تو ماراتون بودم که اینم دویدم اگه نقاش بودم که اینم کشیدم بگو چرا قرمز شده پیرن سفید خودم گمم دیگه به کسی هم فکر نمی کنم به این آدم عاشق دارم کلن هرچی فهمیدم تنها تر شدم منظورم زدم ولی الان دور از همم تو این چهار دیواری خودم بر خودم موندم فقط بگم صادقانه بذاریم باشه ریاکشنم با اجرای نسیم حال نمی کنم یعنی انگار نه رو ملودی میخونه نه کلن هیچی نمیدونم اون موقعی تو زد بازی بود انصافا کارای خوبی خوب میخوند ولی همون موقع هم خیلی وقتا اصلا توی فاز دیگه بود مثلا ملودی این ورداشت میرفت نسیم این ورد میرفت بریم صرفا صداش قشنگه وگرنه این که بخواد رو ریتم بخونه من کمتر ازش دیدم حداقل این کارهای اخیرش که با پویا مختاری که درکون اصلا دیوونه کننده بود دمشون گم واقعا تا حالا من 4 ترک از این آلبوم 5 ترکی شنیدم و هر 4 تاش درجه 1 بوده حتی خطانشون که 2 دقیقه و 2 ثانیه بوده ترکونده و به شدت جذاب بود و جایی تتلو هم خالی بود انصافا ولی فکر میکنم اگر تتلو هم میخون حالا نشنیدم کاری که با تتلو میکس شده ولی اگه تتلو هم میخون حس میکنم که توی مایه های آهنگ میرم بود این خیلی ملو میخون حالا میریم اونم میشنویم ببینیم که کدومش بهتره دمتون گرم که تا آخر تماشا کردیم خیلی چکریم نظرتون راجع به این آهنگ این آلبوم نسیم جای خالیه تتلو و من بنویسیم خیلی چکریم سابسکرایب و زنگوله اینا هیچ چیگاهتون نه دوستتون دارم آقا به خواهیتون باشین قربان شما به سکه